سلام دوستان، خب تو این جلسه میخواییم در خصوص دو تا تابع ویکنام که شماره هفته یعنی از اول سال تا الان چند هفته گذشته رو به من نشون میده و در خصوص تابع ویکدی که شماره روز یعنی چندمین روز از هفته هست رو به من نشون میده. خب تابع ویکنام میاد میگه که آقا مثلا الان 3 هفته از اول سال گذشته. ما اینجا تاریخ خورشیدی داریم. در واقع اینجا ما تاریخ خورشیدی رو همونطور که تو جلسات قبل هم گفتیم تبدیل کردیم. اینجا اومدیم توی دیت پرشین رو انتخاب کردیم. در صورتی که جورجین رو مثلا انتخاب بکنیم، اینجا تاریخ میلادی هست و توده یه تاریخ میلادی داره به من برمیگردونه. و توی تاریخ میلادی الان 3 هفته هست که از سال 2020 گذشته. حالا برگردیم مثلا به خورشیدی، من اینجا میخوام اینو پرشین انتخاب میکنم، میام توی کاستوم. اینجا کافیه که اینو تغییر بدم به سال، ماه و بعد روز که به صورت تقویم خودمون نشون بده. خب اینجا الان من تاریخ خورشیدی که دارم میدونم که 3 هفته از اول سال من نگذشته. چطور میتونم بگم چه تعداد هفته از اول سال خورشیدی گذشته؟ باید در نظر بگیرم از سال 2019 تا اول سال 1398 حدودا 12 هفته گذشته. کافیه که اینجا تاریخ 21/3/2019 رو بدم که برابر میشه با 1398. اینم اومدیم توی در واقع هم کاستوم به صورت خورشیدی نشون دادیم، ولی ورودیش تاریخ میلادی هستش 21/3/2019. میاد دی رو وسط نشون میده توی تاریخ‌های میلادی و بعد اول ماه رو در واقع نشون میده، بعد روز رو، بعد سال رو. خب اینجا گفتیم که 1/1/1398 هستش. 12 هفته از اول 2019 تا سال 1/1/1398 گذشته. از خود اول 2019 تا آخر 2019 هم 53 هفته وجود داشته. یعنی از 1/1/2019 تا 30/12/2019 53 هفته گذشته. این 53 هفته رو در نظر بگیرین. این 12 تا رو باید ازش کم بکنیم که بگیم مثلا تا شروعش از 1/1/1398 چطور بوده. بعد به اضافه این 3 تا بکنیم که میشه شماره هفته الان، که میشه 44. اگر توجه کنیم اومدیم 53 و منهای 12 کردیم و به اضافه 3 کردیم. خب این میشه شماره هفته ما بر اساس خورشیدی. اما اگر الان اینجا تاریخ من بشه 1/1/1399 چطور؟ مثلا میدونم که حدودا میشه 3/21/2020، اول ماه، بعد روز، بعد سال رو میزنیم که میشه 2/1/1399. کافی این 21شو بکنم 20 که میشه 1/1/1399. الان اینجا که شماره هفته خورشیدی رو حساب کردم زده 53 هفته، در صورتی که الان هفته 1 رو باید واسه من حساب بکنه. هفته 1 رو چجوری باید حالا واسه من حساب کنه؟ این یه تمرین هست واسه شما، کار زیاد سختی هم نیستش. میتونین بر اساس همین منطقی که رفتیم اون رو محاسبه کنین. ولی اینکه خودکار بیاد این رو در نظر بگیره مثلا واسه سالهای بعد چطور هستش، یه مقدار پیچیده میشه که اینجا وقت نمیشه در موردش صحبت بکنیم. خب بذارین اینو برگردونم به همین تاریخ امروز. خب حالا ویک دی چی رو به ما برمیگردونه؟ ویک دی شماره روز هفته رو. اینجا اگر من ویک دی رو بنویسم بعد تاریخ رو بهش بدم که همون B2 هستش، یه ویرگول بذاریم، اینجا به ما میگه که میخوای هفته ها در چه روزی شروع بشه. مثلا اگر خارج از ایران زندگی میکنین، از روز یک شنبه روز اول هفتهتون هستش تا شنبه هفته بعد. ولی خب مثلا اگر بخواین کاری در نظر بگیریم میشه روز دوشنبه اول روز کاریتون که از 1 شروع میکنه تا 7. اینجا از 0 هم میتونین در نظر بگیرین که مثلا دوشنبه رو 0 بگیره تا یک شنبه که 6 هستش. و واسه ایران ما از شنبه روز 1مون هستش تا جمعه که روز 7مون هست که باید عدد 16 رو انتخاب بکنیم و بعد اگر پرانتز رو ببندیم میگه 4مین روز هفته هست الان. که اینجا من روز هفته رو دارم ولی نگفته نام اون روز چی هستش. سه‌شنبه چطوری میتونم این رو به دست بیارم؟ کافی یه جدول واسه خودتون درست بکنین، شماره روز رو اینجا بنویسین 1 2 3 الی 7
و نام اون روزها رو هم جلوش بذاریم بر اساس این انتخابی که اینجا شماره انتخابی که کردیم. اینجا شنبه رو ما انتخاب کردیم روز 1 که تا جمعه هفتمیش میره و بعد از یه تابع ساده ویلوکاپ استفاده بکنین، بگین که این شماره رو، این مقدار رو که تو ای2 هستش رو بیاد تو این جدول تو اینجا که سلکت شده پیدا بکنه، دومین ستون که این ستون هست رو برگردونه و به صورت دقیق هم پیدا بکنه و بعد اینتر کنه. در خصوص ویلوکاپ ما تو ویدیوهای قبلی صحبت کرده بودیم، بخاطر الان زیاد دیگه توضیح نمیدم، که میشه روز سه شنبه. اینجا که ما عدد 16 رو انتخاب کردیم، برای این ویک نام هم وجود داره. اینجا اگر توجه کنین، من اینجا تو آرگومنت دوم میگه روز هفته ده چه روزی میخوای شروع بشه، از یک شنبه که به صورت عادی هست یا به صورت کاری میخوای در نظر بگیری که دوشنبه شروع میشه، یا تو ایران که ما روز هفتمون از شنبه شروع میشه رو میتونیم انتخاب بکنیم، که اگر پرانتز رو بندیم اینتر بکنیم میبینیم تفاوت چندانی نداشته و همون عدد رو برگردونده. خب این میشه دوتا تابع بسیار مهم، ویک نام و ویک دی، که امیدوارم مفید واقع شده باشه براتون. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.